خداوند، در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم. به لطفت روشن است شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزای من، گلای من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. الهی نور، الهی نور قدرت پنهان تو خونه تک تک شما عزیزای من باشه. نازنینم، سعی کنیم بین خط گرفتن ها جواب یه سری از عزیزانمون رو، سوالای بسیاری میکنن درباره این که حرم آرزوها رو، نازنینای من، عزیزای من، حرم آرزوها و علمی که برای دوران ماه مبارک محرم برای شما عزیزا در مسجد هست و بعضیاتون حاجتمندین و میگین میخواییم برای ما دور حرم توی حرم، یا اینکه توی علم، نازنینای من، برای میخواییم که نظری بندازین پارچه ای رو. عزیزم نازنینم، اینو بدون که باید هزینه ای رو بپردازی، به این دلیل که علم، نازنینم، برای اینکه به دستمون رسیدن نجف اشرف تا به اینجا بسیار هزینه سنگینی بود برای برنامه علمی عبادی برای قدرت پنهان، نازنینای من، و تمام امید این بود که بتونیم برای بچه های خیابونی در از کمک باشیم و زری که از نجف اشرف، زری هم که به دستمون رسید، نازنینای من، یک سال و نیم روی زری کار کردن در نجف اشرف و چه با شکوه، چقدر زیبا درستش کردن، شکر خدای مهربان، و چقدر عبادت براش شده، شکر پروردگارم. و نازنینای من، چه در اون زری چه دستای معجزه‌گری خورده، خدا رو شکر میکنیم. برای چی نمیخواستیم، نازنین من، یک سال و نیم طول کشید تا زری به همون رسید؟ به این دلیل که عبادت هایی که از لطف خدای مهربان میخواستیم زری کاملا تبرک بشه بیاد به اینجا. پس امیدوارم شما عزیزای من، شما نازنینای من، این چنین نباشه که بدون اطلاع فکر کنین که بله خب این یه زری فقط ساخته شده. نه نازنینم، زری قبل از این که این برنامه ریزی بشه به خواب هفت استاد نازنین اومده بودن و گفته بودن که چنین زری رو حتما ما اینجا لازم داریم. به این دلیل که نازنینای من، میدونین چقدر ایرانی اینجا زندگی میکنه یا چقدر ملیت‌های دیگه که مسلمان هستن زندگی میکنن و چنین شرایطی رو آرزو دارن ببینن و متاسفانه نمیتونن، نازنینای من. بس امیدوارم اینو متوجه باشید، نازنینای من، زری که در مسجد سالن بسیار بزرگی رو براش گذاشتن، نازنینم، با عبادت یک سال و نیم و با تقاضای بیشتر از چند میلیون عزیزانمون، چه ایرانی چه غیر ایرانی، اینجا رسیده از نجف اشرف. امیدوارم شما عزیزای من، شما نازنینای من، اینو بدونیم برامون مخارج بسیار بالایی داشته، ولی نازنینای من، امیدوارم شما آرزومندا، شما عزیزای من، چه برای علم چه برای زری آرزوها، نازنینم، وقتی میخوای برات اسمت در زری بیفته یا اینکه میخوای پارچه‌ای به علم برات
افتاده بشه نازنینم، طبیعتاً عرض کردم خدمتون باید هزینه ای رو براش بپردازین. هزینه مصرف بچه های خیابونی میشه و پیر مرد پیر زنایی که نازنینم در خونی سالمندا با مشکل نخوردن ویتامین دارن زندگی میکنن. انشاءالله شما عزیزای من، شما نازنینای من متوجه باشین وقتی این چیزی رو زنگ میزنین از ما چیزی میخواین، برنامه رو قبل از هر چیزی بشناسین نازنینم. این چنین خیلی راحت میتونیم با شما عزیزا صحبت کنیم، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم و ارتباطمون انشاءالله با شما عزیزا به خوبی همیشه بتونیم برگزار کنیم. نازنینا جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو، سلام و عرض سلام عزیزم، حال شما خوبین؟ بفرمایید. زنده بشه عزیزم. زنده بشه عزیزم. سپاس گذارم. زنده بشه عزیزم، ممنونم از لطفتون. بفرمایید خانم. ایام سوگواری آقا ابو عبدالله حسین و خاندان اون را به خاطر عزیزم و هفت ستاره درخشان و تمام شیعیان تسلیت عرض می‌کنم. زنده بشین، سپاس گذارم. و همچنین نازنینه بفرمایید. الحمدلله هر صبح زیر خیمه امام حسین نایب الزیاره زیارت عاشورا هستم از دست شما عزیزان. شکر الهی صد هزار مرتبه شکر. زنده باشی. بفرمایید خانم. کشور عزیزم، از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. بله، به چه اسمی؟ عبادت میخوام برای پدر جعفر. اما معجزه ها نازنینم، اکبر آقا عزیز اهل زادان که از ماهگی نابینا بودن و در سن 4 سالگی به لطف نور الهی به دعای هفت ستاره درخشان شفا میبینند. بله. به مادر اکبر آقای عزیز به پاس سپاسگزاری از نور الهی میگه من توانایی تهیه آینه را ندارم. درست. ولی میتوانم محیاتات یک بچه که مشکل بچه خودم را داره و اهل زادان هم هست به مدت 1 سال تمرین کنم. دستشون درد نکنه. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنی؟ سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون عزیزم. زنده باشید. خدا نگهدارشون. خدا حافظتون عزیزم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام خانم. زنده باشید، سپاسگزارم از لطفتون. کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله. شما صدا دارن. برای فاطمی مادر فاطمی. اما معجزه ها خانم. از معجزات پنهان علی آقا از حمیدان بودن. علی آقای از نابینا بودن. درست که نور الهی و عبادت حق استاد عزیز گرامی شفا گرفت. مرسی نازنینه. عبادت برای چی میخوای خانم؟ برای سلامتی و آرامش این عزیز. سلامتی و آرامش و پروردگارم هدیه کنه بهت عزیزم. خدا یارو نگهدارتون. ممنون. زنده باشی. خدا زنده باشی. خدا نگهدار. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من، شما عزیزانی که میخواین برای شب تاسوعا و روز عاشورا براتون اونجا عبادت بشه در مسجد نازنینای من و اسمتون هفت دفعه هر کدومشو یک استاد به زبون بیاره، طبیعتاً میتونید با همون تماس بگیرید. حالا این عبادت برای عزیزانیه که نازنینای من برای علم طبیعتاً زحمت کشیدن، کمک کردن و نازنینا چیزی رو حالا عرض کردم خدمتون، پارچه سفید و پارچه سبز داریم. هر کدوم شما عزیزا که زنگ میزنیم میتونیم بهمون انتخاب کنین. انتخاب با خودتونه. بعضی موقع ها به ما میگین که مینو انتخاب کردن آخه برامون خیلی مشکله. نازنینم پارچه سفید و پارچه سبز و از نجف اشرف برامون عبادت شده است و 7 استاد نازنین بهش دست زده است که اونو به انتخابی که شما میکنید، حالا یا سبز میگین یا سفید، براتون اسم نوشته میشه گوشه اون پارچه. نازنینم اسمت روی اون به صورت، البته گره نمیزنن، با نخ سبز رنگ زری میبندنش. نازنینم به این دلیل که گره اصلا دوست نداریم بزنیم، حالا به این دلیل هستش که نازنینم به دلیل اینه که انشاءالله راهی در زندگی برای موفقیتت باز بشه و سعی نمی کنیم گره بزنیم. امیدوارم که این هم برای شما عزیزا مشخص باشه و بدونین که واقعا براتون وقتی عبادت میکنن اصلا به چه صورت هستش. نازنینم بعدن بعد دوران محرم که تموم بشه، نازنینم البته محرم و سفر تموم بشه، اونا رو برای شما عزیزا تیکه‌ای که روی علم بوده براتون پست میشه.
امیدوارم که شما عزیزای من، شما نازنینای من متوجه باشین و وقتی تقاضایی داری برنامه رو اول بشناسی بعد تقاضا کنی. خواه عزیزم، خواهرم، برادر عزیزم، پدر گرامی، مادر نازنین که نشستی و داری برنامه رو میبینی. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو، سلام علیکم. سلام خانم، حال شما خوبه؟ مرسی نازنین، وقتتون بخیر. مرسی جانم، مرسی عزیزم، بفرمایید. من از کشور عزیزم ایران مزاحمتون میشم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ دا میخواستم اسم پروانه پدر محمد. اما معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. برادر عزیزمون بهمن از تهران که به لطف الهی و قدرت هفت استاد گرامی به گنجینه 300 میلیون دلاری دست پیدا کرده بود، 100 میلیون تومانی شده بنیاد خیریه جهانی اهدا کرد. خب خانواده آقای مرادی جان. بله بفرمایید. خانواده آقای مرادی که روزگار خیلی سختی رو می‌گذروندن، به قدرت پروردگارمون و دعای هفت استاد عزیز که گنجینه ارزشمند. خانمم چه جوری روزگار بدی رو می‌گذروندن؟ این برای من خیلی جالب مشخص نیست. برای من عزیزم، خدا نگهدار. داری یه چیزی از خودت میگی؟ خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ. خب عزیزای من، لطف بفرمایین و ازتون خواهش میکنم اگه برنامه رو نمیشناسی سعی نکن بیای فقط عبادت بگیری عزیزم، نازنینم. متاسفانه امروز ما خانومی رو داشتیم عزیزای من به صورت خیلی طلبکارانه عرض کنیم خدمتتون اومد و من دعا میخوام. وقتی باهاش صحبت میکردن، عزیزانمون که جواب تلفن‌ها رو میدن، وقتی باهاشون صحبت میکردن میگفتن این خانم چندین بار زنگ زده و بهش گفتیم اصلا الان موقع عبادت نیست، الان وقت عبادت 20 دقیقه نیست، تا حتی ساعت برنامه رو نمیدونه نازنینم. و بله متاسفانه که خدا کنه از این دخترها توی هیچ خونه ای نباشه. نازنین من، دخترشون زنگ زده، متاسفانه چه چیزهایی که نصیب عزیزانی که جواب تلفن‌ها رو میدن، واقعا متاسفانه بهشون گفتن. واقعا انسان از این خجالت میکشه که بگه مادر بدون منطق و چه دختر. امیدوارم این دختر ها مصیبته که تو خونه هایی که اینا میرن و چگونه میخوان اینا واقعا زندگی بسازن، فرزندان اینا چی میخواد بشه نازنینای من. انسان یه ضرب المثلی هم اتفاقا ایرانی های عزیز داریم که نازنینای من میگیم مادر رو ببین و دختر رو بگیر، یه همچه ضرب المثلی هم داریم اگه اشتباه نکنم. و واقعا شما در نظر بگیرین شخصی که راجب عبادت، نازنینم عزیزم، اینجا داریم میگیم وقتی برنامه رو نمیشناسی نمیدونی عبادت برات نمیتونیم یه عبادت 20 دقیقه. این عبادت 20 دقیقه رو عزیزم همه موقع ما نیستیم در خدمتتون بنویسیم. عبادت 20 دقیقه فقط زمانیه که شما برنامه رو میشناسی، میای روی ار و انجام میشه برات نازنینم، اگر بدونیم که احساس عبادی داری. آخه با زور گفتن، با داد و بیداد کردن چگونه تو عبادت میخوای؟ و متاسفانه فرزند تو که میشه گفتش که بچه ها میگفتن واقعا ریشه شیطان اینا هن نازنینای من، که این چنین به برنامه علمی عبادی نازنینای من. متاسفانه عزیزانی که جواب تلفن‌های شما رو دارن میدن عاشقانه بهش ناسزا بگی، به این دلیلی که عبادت رو به زور. راستی شما فکر کن که نازنینم، شما فکر کن بچه‌هایی که داشتن تلفن‌های شما رو جواب میدادن میگفتن شما اینجوری، اینا فکر کنن که مینا رو نشوندین با کمربند داری میزنیش و میگی برای من عبادت کن. حالا مینا هم برای تو عبادت کرد، پروردگار میپذیره. انشالله اینا رو در نظر بگیرید. این نیست که فقط نازنینم، یا خانمی به ما زنگ زد و میگفت اومدم روی ار منو قبولم نکردی و دوباره زنگ زدم اسممو نوشتی، دیدی من عبادت رو گرفتم. عزیزم نازنینم، واقعا میشه گفتش که متاسفیم از اینکه این چنین رفتار میکنیم با برنامه علمی عبادی. واقعا امیدوارم که خدای مهربان به تو رحم و محبت و اون لطف پروردگار رو نصیب کنه که یک مقداری منطقی بودنم بیاموزی. انشاءالله که این چنین باشه. ازتون دلخور نیستیم، از خدای مهربان، از پروردگار قدردانیم اتفاقا. تا نفستون در میاد
با لطفی که خدا در حقمون کرده متوجه میشیم که مثال احساس عبادی ندارین، قطعتون میکنیم. لج نکنید، سعی کنید بیاموزید. لج نکنید نازنینای من. کسانی که امام حسین صلی الله و آله رو کشتن کسانی مثل شماها بودن که لج کردن. سعی نکنین جز به اونا باشین، سعی کنین مثل انسانایی باشین که منطق متوجه هستین. عزیزای من خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام علیکم. سلام خانمم، حال شما خوبین؟ بفرمایید جانم. سلام خدمت شما خواهر عزیزم و هم استاد عزیزم. ممنونم جانم. حال شما خوبه؟ من خوبم شکر خدا. عبادت رو قبول عزیزم. قبول باشه ان شاء الله. قبول حق باشه. عزیزم ایران تماشاگرم. قبول پروردگارم باشه. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ دعا می‌خواستم به نام بیژن، نام مادر فاطمه. اما معجزه ها زهرا خانم که از همدان که قتل خواب بودن و با نور الهی و دعای حق استاد عزیز قدرتمند شفا گرفتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ برکت گشایی خواهر عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. خدا یار و نگهدارت. زنده باشی. خیلی ممنون. خدا نگهدارت. خدا یار و نگهدارت. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو بفرمایید. جانم صدای منو داری؟ الو جانم بفرمایید. سلام نینا جان. سلام خانمم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. انشالله که قربون شما، انشالله که همیشه شما سلامت باشید، زنده باشی و همچنین این ایام رو به شما، به آقا امام زمان هم زنده باشی. قربونتون برم. لطفه از ایران عزیزم تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله بله، دعای برکت گشایی. خانمم یه کمی سریعتر صحبت کن عزیزم، اگه خوابالو هستی من قطعت کنم. نه، برای فروغ دخت مادر مهرنگی. ام معجزه ها؟ از معجزه ها سعیده ها که ناراحتی قلبی داشتن، در بیمارستان بودن، مادرشون به شما تماس گرفته بودن و به یاری خدا و هفت استاد عزیز شفا پیدا کردن و پیشنهاد دادن که با یک دختری که در پرورشگاه ازدواج بکنن، ازدواج بکنن. مرسی عزیزم. خانمم وقتی میای رو ار نازنینم خیلی راحت انگار که توی رخت خوابت قشنگ یه لم دادی، داری همچین باز خودت صحبت میکنی. وقتی میای رو ار نازنینم احساس کن خواهر برادرای تو پشت ارن. سعی کن صحبت کنی عزیزم. من ببخشی، من شما رو قبول نمیکنم. خانمم خدا نگهدار، بگیر استراحت کن. عزیزای من، گلای من، چقدر خوبه که سعی کنیم دیگران هم دوست داشته باشیم. چقدر خوبه که بیاموزیم. آخه سنی ازتون رفته، اگه نازنینم مریض باشی، اگه مسئله داشته باشی، ولی وقتی داریم ازت خواهش میکنیم سری صحبت کن نازنینم. اگه برنامه علمی عبادی رو میدونی سری صحبت کن، اگه نمیدونی عزیزم بگیر بخوا. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم خواهرم. سلام، حال شما خوبی؟ بفرمایید. خسته نباشید. عبادت ها قبول باشه. قبول باشه. زنده باشی. قبول حق باشه عزیزم. بفرمایید جانم. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله. به نام نادر. بله. پدر زر علی. از معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. از معجزات قدرت پنهان، پارکی بودن در یونان. بله. که این پارک از ارواح خبیثه داشت و هر کس به پارک میرفت دست به خودکشی میزد. متاسفانه بله. که با لطف نور الهی و دعاهای هفت استاد بزرگ و عزیزمان این پارک از روح خبیث پاکسازی شد و مشکل پارک حل شد که پرچم کشور عزیزمان ایران هم در این پارک برافراشته. بله، سپاسگزارم از لطفتون. البته یه قسمت پارک. عبادت برای چی میخوای بدارم؟ سلامتی و آرامش خواهد. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون. خیلی ممنون. دست شما درد. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام بر مینای عزیز. سلام خانم. فداتون بشم. حالتون چطوره؟ عبادتاتون قبول باشه. جانم متشکرم از شما. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ عبادت. بله عبادت. اسم عبادت می‌خواستم به نام رباب فرزند محمد. ام معجزه ها. بله محمد. من از معجزه
مریم خانم 17 ساله بودن که از بیماری سرطان رنج می بردن. بله. به لطف خدای مهربان و حق استاد عزیز شفا پیدا کردن. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون. خدا نگهدار. زنده باشی. خدا نگهدار. عزیزای من، گلای من، یه سری پول ها، البته اینجا اسمش کواتر و پنیه، حالا عرض کنم خدمتون، یه سری یه مقدار بسیار زیادی رو در این دوران گذاشتن برای اینکه عبادت بشه، بعد به بعضی از عزیزانمون میخواییم دونه به دونه پخش کنیم. البته این برای عزیزانیه که در کانادا زندگی میکنن و پول اینجا سازنینای من. یه موقع است که شما عزیزای من زنگ میزنید و میگید خب ما هم دلمون میخواد از اینا داشته باشیم، به عنوان برکت تو خونه هاشون بعضی از عزیزانمون نگهداری میکنن. البته عرض کردم خدمتتونیم فقط برای عزیزانیه که در مسجد میان. میدونیم که آمادگی اینو داریم با لطف خدای مهربان، با لطف پروردگارم آمادگی اینو داریم که انشاءالله بتونیم لااقل برای 11,000 نفر نازنینای من پذیرایی کنیم انشاءالله با نور الهی. خدای مهربان پروردگارم برکت به تک تک خونه هاتون از هدیه کنه براتون و خدا رو سپاسگزارم از لطفش که مسجدم آمادگی اینو در با برنامه هایی که برنامه ریزی شده میدونیم که برای عاشورا و تاسوعا انشاءالله میتونن جوابگو باشن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. عزیزانی که برای مسجد، عزیزای تورنتویی میخواین بیاین و از مسجد غذا ببرین، قدماتون رو چشم. مگه شما عزیزانی هستین که تا حتی باستم اینو عرض کنم خدمتتون، اتوبوسای مدرسه که اتوبوسای مجانیه در اختیارمون گذاشته میشه نازنینای من، عزیزان سالمند که نمیتونن بیان خودشون به آسونی، داریم اتوبوسای مدرسه رو براشون میفرستیم و هستن که از خونه سالمندا به مسجد بیارنشون. انشاءالله که در این دوران سودواری بتونیم خدمتگزار نور الهی به نفع احسن باشیم. و بعضی از خانواده ها با همون صحبت کردن، به همون گفتن ما مثال پدر و مادر داریم که سن بسیار زیادی دارن، خودمون نگهداری میکنیم ازشون، ولی توان اینو نداریم که مثال از راه دور بتونیم بیاریمشون برای مسجد. نازنینم عزیزم، اگر به مسجد بیشتر از 2 ساعت دور باشی برای ما مشکله، ولی اگه اطراف تورنتو هستی سعی کردیم که اگه جایی هستی که لااقل 10-15 نفر باشن سعی میکنیم انشاءالله با نور الهی با لطف پروردگار عزیزانمون این سرویس رو بهتون میدن که شما عزیزا رو به مسجد میارن و بازم برمیگردوننتون انشاءالله. شما عزیزا، شما نازنینای من، این اطلاعات رو براتون سعی کنیم داشته باشین و شما نازنینای من یه عدتون برامون تماس گرفتیم و گفتین ما نمیتونیم بیایم، شرایطمون راهامون خیلی دوره، مثال از اتوبا، مثال از ونکوور، و گفتیم برای ما غذای نظری میشه بفرستین. نازنینای من، عزیزای من، غذای نظری رو تا به دست شما برسه، اگر مسافری رو داری که نازنینم میتونه بیاد، مثال اگه از اتوبا هستی، اگه از ونکوور هستی، اگر مسافری رو داری نازنینای من، قدمشون بالای چشم بیان، غذا اندازه 20 نفر 30 نفر هر چی میخوان ببرن تا اتوبا. ولی نازنینای من، ما متاسفانه برای فاصله به این دوری، نه با عرض معذرت باید بگم که مسجد نداره این سرویس رو، یعنی چون شما در نظر بگیرین اتوبوس هم که بخواد تا اونجا حرکت کنه 1 هفته باید تو راه باشه، بس قضا برای 1 هفته تو راه نگرداشتنش برامون سخته. و یه سری از دوستانمون گفتن که توی ونکوور خلبانایی رو میشناسن، ما اگر اونا رو آماده کنیم که بیان غذاتون بگیرن، غذاهاتون چه ساعتی؟ از ساعت 11:30 نازنینای من مسجد اعلام کرده غذا آماده است، ولی سرو کردنش طبیعتاً بعد ساعت 1 بعد از ظهر.
حدودای 12:30 به بعد به من گفتن تا 1 بعد از ظهر 100% غذا سر میشه. ولی شما عزیزای من، شما نازنینای من، هر کدومتون که علاقمند هستید نازنینای من، از ونکوور خیلی ها به همون زنگ زدن، بس ازتون خواهش میکنم اگه در تورنتو عزیزم آشنایی داری، دوستی داری، بگو بیاد غذا رو بگیره، تا حتی تو جای یخی میتونه برات نگهداره، انشالله به دستت برسونه. ولی این مسئولیت از ما نخوا، انشالله که شما عزیزای ما سعی میکنیم همین دور تا دور تورنتو رو ماشالله هزار ماشالله، موقعی که ما مثال برنامه چینی میکنیم، مثال برای تاسوعا 5,000 نفر 4,000 نفر میبینیم که ماشالله 6,000-7,000 نفر اومدن، برای عاشورا همینطور نازنینای من. بس امیدوارم که عزیزان من، نازنینای من، یه مقداری هم اینا رو سعی کنیم با ما کمک باشین، لااقل از اینکه نمیتونیم به شهرستانای دور نظری برسونیم. فداتون بشم، یکاش بودین و کنارمون بودین. و میدونیم که خیلی از شهرستانای مختلف دارن میان برای عزای حسینی کنارمون هستن، انشاءالله اجرشون با سید شهدا. و یه سری از عزیزانمون گفتن که ماها وقتی میایمون دلمون میخواد آیا میتونیم در مسجد تمام مثال برای 2 روز بمونیم. نازنینای من، شکر خدای مهربان، شکر پروردگارم، مسجد انقدر بزرگ است و عزیزانی که در تورنتو زندگی میکنن هیچ مشکلی نیست، طبیعتا شب میتونن برن خونه هاشون، ولی عزیزانی که از راههای دور میان نمیتونه که دیگه، فکر نمیکنم بیشتر از 100 نفر باشن، میتونن انشالله در مسجدم بمونن. انشالله که این خبرها رو تونسته باشیم بهتون برسونیم. و تک تک شما عزیزای من، شما ایرانیای عزیز که در کشور عزیزم ایران هستید و دلتون میخواد در مسجد باشین، انشالله به امید نور الهی نازنینای من اراده کنین انشالله سال دیگه کنارمون باشی به امید خدا. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام نینا جان. سلام گلم، حال شما خوبین؟ الحمدلله، بفرمایید. ممنون، زنده باشی. عبادت ها قبول باشی. ایران زنگ میزنم. عبادت ها قبول باشی عزیزم، زنده باشی. ممنون، همچنین. بفرمایید. عبادت میخواستم برای پناز نام مادر زهرا. کشور عزیزم ایران، پناز مادر زهرا. بله، از معجزه ها بفرمایید. بله، از معجزه ها کیتی خانم از کشور آلمان که ناراحتی قلبی داشتن، بله، به کمک خدا و 7 استاد بزرگوار شفا پیدا میکنن. عبادت برای چی میخوای خانم؟ عبادت برای عشق و محبت. خدای مهربان، عشق و محبت تو زندگی بهتون. ممنون. اگه میشه دستتون میز بتونم واسم بالا ببرید. چشم عزیزم، خدا یارو نگهدارتون. ممنون. زنده باشی. خدای مهربان، عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. و یه مقدارم دپرس نباشی. انشاءالله به برنامه علمی عبادی میای یه کمی صبورتر باشی نازنینم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام. سلام برادرم، حال شما؟ کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ محمد علی. بله. نام مادر معصومه. از معجزه ها بفرمایید. از معجزه ها عایشه خانم سرطان سینه داشتن که به لطف الهی و جانم بفرمایید. الو جانم بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. زنده بشی خانم. عبادتتون قبول مینا جان. قبول حق باشه عزیزم. جانم قربان. زنده بشی. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. بله، کشور عزیزم ایران. عبادت میخواستم برای فهمیده. بله. اسم مادر خدیجه. اما معجزه ها چی میدونی؟ از معجزه ها به سوزن خانوم و دوست داشتم که به لطف خدا و کمک استادان عزیز شفا پیدا کردم. دیگه چی میدونی خانمم؟ 2 برادر به نام آقا سعید و آقا بابر که معتاد بودن که به لطف خدا و دعای استادان عزیز اینام شفا پیدا کردم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت گشایی. چرا انقدر دپرسی خانمم؟ من دفته اومده در خونه مون دارم، هیئت اومده به خاطر اون صدا چشندن میکنم استرس داری. ایشالا که عبادت شما هم قبول باشه. نه خانمم، منو گوش کن. هیئت اومده در خونه، میخوای بدوی بری نگاه کنی؟ نه نشستم پای تلویزیون شما رو دارم، برنامه شما رو نگاه میکنم. ولی خانمم صدا مسئله نیست، صدا خیلی هم خوبه، صدای هیئت میاد مسئله نیست. بله خیلی خوبه. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. هر کس هر حاجتی داره خدا بهشون بده. زنده باشیم. من دستتون درد نکنه. خانمم ولی شما این چنین استرس نباش.
ولی عبادت نداشتن. ببخشید، خدا نگهدار، نمیذاره من باهات صحبت کنم. خدا حافظ. چقدر خوبه که نازنینای من، عزیزای من، یه مقداری استرس ندیم به دیگران. یعنی بله، الان هیئت اومده دم کوچه و عجله داری که بری اونو بگیری، اینم ببینی و نمیتونی اصلا صحبت کنی. نازنینم بهتر نیست خودتو آروم کنی؟ راستی تو میری هیئت، تو فکر میکنی به عشق هیئت میری با این استرست؟ یا نه میخوای فقط نگاه کنی، فقط با همسایه ها باشی؟ با بیشترتون متاسفانه میبینیم وقتی برامون فیلم ها رو میفرستن نازنینای من، میبینیم که بله خیلی از خانوم ها متاسفانه، خیلی از آقایون اصلا حالت عبادی ندارن اونجا، فقط دارن سینه میزنن یا حواسشون به دخترهای دیگه است یا حواسشون به پسرهای دیگه. عزیزای من، گلای من، عاشق امام حسین هستین، عاشقانه عبادت کن، به خاطر خودت برو انشالله. متاسفانه اینجور این استرس ها در از همین مشکلاتن نازنینای من. خدای مهربان، پروردگارم انشالله حاجت تمامتون رو برآورده کنه، ولی عاشق امام حسین باشید به خاطر نمایش ندید. متاسفانه فیلمایی که برامون میفرستن افتضاحه عزیزای من. انسان قلبش بیشتر میشکنه، میگه در این روزای مقدس اینا دارن چیکار میکنن، چگونه دارن میگن که ما به دنبال هیئتی، واقعا چیکار دارن میکنن عزیزای من. انشالله اینا براتون معنا داشته باشه این حرفا. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم مینا خانم. سلام عزیزم، حال شما؟ سلام، خوبین؟ سلام دارم خدمت شما. زنده باشید. حق استاد عزیزم، عبادت ها قبول باشه. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای روباهه. بله. مادر شاطرا. ام معجزه ها؟ از معجزه ها آقای انانکی که 3 ماه توی کما بودن. بله. به لطف خداوند و عبادت 7 استاد عزیز شفا پیدا کردن. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ خب بعد چی کار کرد آقای انانکی؟ خانم. بله. آقای انانکی بعدن چی کار کرد؟ یه کار خیلی مهمی برای قدرت پنهان کرد. چی کار کرد؟ الو؟ خب. فراموش کردم. فراموش کردی؟ ای خوشبخت. زمانی بیا رو ار که فراموش نکنی عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام عزیزم، حال شما خوبین؟ بفرمایید. سلام علیکم. سلام مینا. زنده باشی عزیزم. جانم بفرمایید. سلام بر شما و حفظ سال گرامی. زنده باشی خانمم. سلام علیک کردی، صحبت کن، خواهش میکنم یک بار سلام کن. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. عبادت میخوام برای فریزه پدر عبدالرزاق. ام معجزه ها چی میدونی؟ از معجزه ها آقا محسن که دچار سکته قلبی بودن. بله. که از طریق مادر همسرشان که با قدرت پنهان در ارتباط بودن برای ایشان عبادت گرفتن، ایشان شفا پیدا کردن و تصمیم گرفتن که برای یکی از معتادان محله آینه تهیه کنن که آن آینه هم نصیب یک پسر 17 ساله شد. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ عبادت برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بتهیه کنه. بله. خانمم ای کاش نه خانمم ببخشی نمیبرم عزیزم تو اصلا نمیذاری من عبادت رو بنویسم. خانمم نمی کنم این کار رو برات. خدا نگه دارت. جانم بفرمی. سلام عرض کردم عزیزای من، گلای من، هر کدومتون. این خانمم من ببخشین عبادت رو پاره کنم که براش بدون انجام نمیشه. عزیزای من هر کدوماتون دپرس باشین، این کارها رو بکنین با همون، نه با عرض معذرت براتون عبادت انجام نمیشه. لطف بفرمایید وقتی میایین رو برنامه علمی عبادی احساس عبادی داشته باش. نمیخوام پیش استادام شرمنده باشم وقتی میگن که اینایی که اینجوری صحبت میکنن احساس عبادی ندارن. اونجا پاره کن اسمو که بدونن، منتظر نباشن که عبادت براشون بشه. عزیزم حرمت برنامه علمی عبادی رو نیار پایین. هنوز تموم نشده، دستور میدی دستم بالا بگیرم. نمیتونم عزیزم. سعی کن ما رو درک کنی. ما مثل شما عبادت نمی کنیم.
ما مثل شما اینجوری نیستیم که صفحه ها بزن برو سری باش تون باش. نه عزیزم، احساس عبادی نداری. بیننده های منو خواهش میکنم آرامششون رو به هم نزن. متاسفانه چند تا خانم اومدن رو خط، واقعا آزردمون کردن. خدای مهربان ازشون بگذره. نازای نای من، سعی کنین عبادت بخواین، سعی کنین وقتی عبادت میخوای بدونی آخه این چه جور عبادت خواستنه. اون یکی حواسش به اینه که بدو بره تو کوچه، این یکی نازای نم هنوز عبادت ننوشتم داره دستمو. خب من در نظر بگیر 3200 نفر بعد دستشون بره بالا، برای چی آخه تو انقدر هولی؟ وقتی هولی نیا رو برنامه من، یعنی در اصل نه بلکه ثواب نمی کنی عزیزم، بلکه گناه هم میکنی. آرامش چند میلیون رو به هم میزنی. نکن عزیزم، هر کدومتون استرس باشین اینطوری باشین خیلی راحت قطعتون میکنی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. اون یکی میگه من یادم رفته که معجزه ها چی شد. زمانی بیا که یادته. جانم بفرمی. الو جانم بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام خانمم، حال شما خوبی؟ تسلیت میگم. قربونتون برم، منم به شما نازنینم تسلیت میگم. بفرمایید جانم، عبادتاتون قبول باشه. خیلی ممنون. همچنین مرسی. جان خواستم مادر خانمم از کجا زنگ میزنی؟ این برنامه رو میشناسی یا نمیشناسی؟ از کشور عزیزم ایران. ببخشید. کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. بله. به چه اسمی؟ کبرا پدر اسفر. بله. ام معجزه ها؟ بله. مادر فیروزه خانم بودن که 18 سال فلج بودن. با دعای حق با نور الهی و دعای حق استاد عزیزم شفا گرفتن. عبادت برای چی میخواد؟ برای برکت کشایی مجرد. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خیلی ممنون. خدا یارو نگهدارتون عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام عزیزم، حال شما؟ بفرمایید جانم. قبول حق باشه. الهی قبول پروردگار باشه و همچنین عزیزم. جانم سلامت باشی. زنده باشی. من از کشور عزیزم ایران زنگ می‌زنم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ به نام افشین گذر محمد. نه معجزه ها عزیزم، من با شالم بودن که از تهران 7 سال به کدار نمی شدن به خطف خداوند و 7 سال عزیزم و کدار شدن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگه داره. سلامت باشی. زنده باشی. عزیزای من، گلای من، باز هم برای شما عزیزا از مسجد، بله برنامه هایی که از مسجد هست برامون میگم. بچه هایی که امسال از طریق برنامه علم عبادی، کسانی که بعضی هاشون 10 سال، بعضی ها 5 سال، بعضی ها 4 سال، بعضی ها سنهای مختلف بود که نازنینم ازدواج کرده بودن و پروردگار بهشون بچه نمیداد و امسال صاحب فرزند شدن و از طریق برنامه علم عبادی، و میدونیم که این نوزادا رو نازنینای من جلوی برنامه، عزیزانی که میان و سینه زنی میکنن جلوی این برنامه هستن و براشون عبادت گروهی هم انجام میشه. و از شما عزیزای من، شما نازنینای من، هر کدومتون که علاقمند هستین، اینو مطمئن هستیم که خیلیاتون در کشورهای دیگه هستین و نمیتونین بیاین، ولی اونایی که در تورنتو هستن، در آمریکا هستن و میدونیم که بچه‌هاشون رو دارن میارن، میگیم که انشاءالله پروردگارم چه صحنه قشنگ و زیبایی میشه نازنینای من. خانواده هایی که چندین سال فرزند نداشتن و امسال فرزندشون رو دارن میارن کنار دست در مسجد، قدردانی نور الهی رو داشته باشی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام خانمم، حال شما خوبی عزیزم؟ جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. دعا میخواستم برای کوروش فرزند ملیکه. ام معجزه ها عزیزم؟ از معجزه های قدرت پنهان آقای علمداری بودن که قطع نفا شده بودن، به لطف خداوند و استادان عزیز بودن شفا پیدا کردن و آقا باقر که در اثر تصادف قطع نفا شده بودن به لطف خداوند حق استادی گرامی شفا یافتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ برای درکت کشم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. خدا یارو نگهدارتون. ای کاش با ما خداحافظی میکردی خانومی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
سلام علیکم. سلام عزیزم، حال شما؟ با احترام دارم. زنده بشی، ممنونم علیکم. زنده بشی عزیزم، جانم. تاعت و عباداتتون هم قبول هست. و همچنین عزیزم، مال شما هم قبول باشه. جانم، از کجا زنگ میزنی؟ شما از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت برای عالیه مادر ریحان. بله. اما معجزه ها بفرمایید. خانم نگین عزیز از کالیفرنیا که ایشون به تعلیه مهره معجزه لطف الهی شامل حالشون شد و همسرشون که به ایران اومده بودند و برای خودشون خانواده این تشکیل داده بودند. بله. و خانم نگین هم انتظار بازگشت همسرشون رو داشتن، معجزه‌ای برایشون اتفاق افتاد که شخصی که در محیط کارشون بودن و نمایندگی فلکس رو داشتن پارتای فلکس نهاد ازدواج دادن. بله. ممنونم عزیزم، زنده باشی. و نگین عزیز به شکرانه نعمت الهی هفت نفر که در کالیفرنیا شرایطی مانند خودشون دارن برایشون موقع معجزه تقدیم میکنن. زنده باشی، ممنونم عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ برکت گوشه این آزام خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. زنده باشی عزیزم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، اینجا از اتاق فرمان به من میگن عزیزانی که جواب تلفونا رو میدن برای من اینو خواستن که من حتما برای شما عزیزا عنوان کنم. خانم جوونی که اومدن روی ار و عبادت خواستن، نازنینم، همین که عبادت رو میگیرن دیگه میذارن و میرن. بسیار از این مسئله خواستن که حتما من راجع به این موضوع اشاره کنم. عزیزای من، گلای من، یک موقعی میبینی که خانوما آقایون زنگ میزنن بسیار مهربانانه با همون صحبت میکنن و میگن بله عبادت میخوایم، ساعتهایی که روی ار نیست و میگیم الان وقت عبادت نیست. بعضیاشون متاسفانه بله ناسزا میگن، بعضیاشون عصبی تلفن رو قطع میکنن. راستی این عزیزانمون که جواب تلفن رو میدن میگن که واقعا خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. اگر اینها نیان رو خط ما، اصلا اینا اصلا این برنامه رو نگاه نکنن. نازنینم عزیزم، اگه ساعتی رو مثل اینه که تو ساعت 2:30 شب مثال بچه تو ببر مدرسه و بگو که این بچه باید اینجا درس بخونه، باید این میخوام که حتما اینجا درس بخونه، و نازنینم ساعت 2:30 شب امکان نداره. بس امیدوارم که وقتی چیزی رو میبینی زمانش برای تو اون موقع نیست، به جای اینکه بیاموزی ناراحت نشو. بعضی موقع ها شما ها از خودتون چیزهایی رو به اصطلاح ازش ناراحت میشین و اصلا بی‌معناست، یعنی اصلا بیدلیله و مثل این میمونه که خودت گرفتاری رو همینجوری داری واسه خودت دور میزنی. نازنینم، یه انسانی که ایمان داشته باشه، یه انسانی که منطق متوجه باشه چیه، عزیزم وقتی مثال به زمان ما 4 صبح خانمی زنگ زده، تازه عبادت 3 ساعته‌ای که استادای عزیز تموم انجام میدم برای شخصی تموم شده بود نازنینم، که من هم تلفن رو جواب دادم و بهشون گفتم خانم 4 صبح اینجا عزیزم. دوباره زنگ زد، خداحافظی کردم باشون، دوباره زنگ زد. خب خانم الان 4 صبح که 4 صبح جواب ما رو بده. نازنینای من، گلای من، شما در نظر بگیرین چقدر انسان میتونه، یعنی فرق نمیکنه برای ساعت چنده، فرق نمیکنه که شما تمام مثال 24 ساعت 1 ساعت هم نمیخوابی، این جوابشو میخواد. شما در نظر بگی اینا از بیرحمی میاد، اینا از ظالم بودن میاد نازنینای من. و یه هنچه شخصی که بهمون زنگ میزنه، خب طبیعیه نازنینای من، اصلا دلمون نمیخواد اینا زنگ بهمون بزنن، اصلا دلمون نمیخواد انسانی که انقدر ایمانش سسته رو خطمون بیاد، یا عبادت 3 ساعته بخواد، یا اینکه اصلا یه خانواده هستن نازنینای من الان برای سفر، برای سرمایه گذاری به دست آوردن الماس بسیار داریم باشون ناراحتی ایجاد میکنن برامون، آقای کاظم اسمشون، و متاسفانه بسیار تلاش دارن میکنن که برای سرمایه گذاری و میگیم نمیتونیم برای شما سرمایه گذاریتون قبول نمیکنیم و متاسفانه ولی هزینه‌شو دارن، اینو متوجه هستی. و نازنینم، میبینم این شخص وقتی که مثال این به میلیاردها ثروت دسترسی پیدا کنه، الان که داره، انقدر داره که داره میخواد سرمایه گذاری کنه، نازنینم فردا ثروت این بلیاردها میشه،
میخواد چی کار کنه راستی؟ با یه هنچه روحیه‌ای. چندین بار باهاش صحبت کردیم، گفتیم آقای کاظم شما برو یه مقدار ایمانو بیاموز، یه مقدار افتاده بودنو یاد بگیر، بعدن بیا انشالله اون زمانی که ما تشخیص دادیم شما در شرایطی هستی بتونی سرمایه گذاری کنی، مطمئن باش قبولت میکنیم. میدن خانمشون صحبت میکنه با همون، فامیلاشون رو میندازن. عزیزای من، گلای من، نکنید این کارو. تازه وقتی تو سعی میکنی که تو رو بندازی، تازه ما بیخاصیت بودنه مثال کسانی آقای کاظم و کاظم ها رو متوجه میشیم، میگیم که چقدر انسان ضعیفه و دیگران میخواد بیاد یه منطقی رو که نداره، دیگران هم چقدر بیمنطقن، دارن اینو کمکش میکنن که این به اون حقی که نداره برسه. بس نوزه اینوی من، عزیزای من، خیلیاتون هستین میگین خب بچه چرا شما روی ار میای و میگین از این ساعت، از ساعت 5 صبح تا 8 صبح، 5 بعد از ظهر تا 8 شب، چرا میگین برای سرمایه گذاری هستیم که جواب تلفناتون رو بدیم؟ بچه چرا مال منو نمیدی؟ عزیزم جواب تلفنای کسانی رو میدیم که میدونیم عزیزم فردا وقتی به بلیارد ها برسه ظلم نمی کنه. میدونیم وقتی به بلیارد ها برسه بلند نمیشه، خدایی نکرده زور بگه، انسان افتاده ای میشه. برای مملکت عزیزم، برای کسانی که در اونجا زندگی میکنن سعی میکنه کمک باشه. بس امیدوارم اینا رو، فرقش رو متوجه باشین. هستیم در خدمت علم و عبادت نازنینم، هستیم در خدمت نور الهی باشیم که انشاءالله برای کسانی باشیم که نازنینم افتادگی رو، سادگی رو، خدمت کردن رو دوست داشته باشن، نه اینکه خدایی نکرده. شما در نظر بگیرید نازنینم مقامات کشورمون، کشور عزیزمون، و اونا رو نمیتونیم بگیم عزیز، نازنینای من، از ما مهره مار سفید افسانه‌ای رو خواستن، 3 تا مهره ها رو خواستن. نازنینم گفتیم نه، استادای عزیز فرمودن نه، وقتی تلاششون رو کردن، توهین کردن، مزاحمت ایجاد کردن. و نازنینای من، عزیزای من، شما در نظر بگیر چیزی عوض شو وقتی استادای عزیز میفرماین نه. مهره مار سفید افسانه ای نازنینم مهرش میره به جایی که مطمئن باشن شخص ظلم نمیکنه. خب یه دونشو نازنینای من در اسپانیا، پادشاه اسپانیا داره، یه دونشو در انگلیس یه شخصی داره که نمیخواد اسمش آورده بشه، عزیز دیگه ایرانی باسم در انگلیس 700 میلیون ثروتشو نجات داد. عزیزم مهره ما رو که داشت نازنینم. بله هستیم برای اینا کمک باشیم نازنینم، ولی نیستیم برای کسانی که بله در کشور عزیزم ایران برامون چه برنامه هایی که نچیدن که این مهره ها رو به دست بیارن. ولی کلمات استادای عزیز هرگز عوض نمیشه نازنینم، همون وقتی بگن نه نست. بس آقای کاظم و کاظم ها، میدونم که هزینه شو دارین سرمایه گذاری کنیم برای به دست آوردن الماس، ولی قبولتون نمی کنیم. دلیلش این عزیزم، امیدوارم که بعضی از به اصطلاح گفتنی ها رو شما قبل از اینکه میخواین عنوان کنی دربارش فکر کنی، بگی برنامه علمی عبادی ها یا اینو منو میپذیره. اگه تو در شرایطی باشی نازنینم، انسان با ایمانی باشی، وقتی به ثروت میخوای دست برسی پیدا کنی، انسان افتاده تری باشی، مطمئن باش قبولت میکنه. ولی وقتی میگه نه، مطمئن باش تا زمانی که خودتو مهربونتر و نسبت به ملت نکنی، برای عزیزانی که نیازمندن خودتو عوض نکنی، متاسفانه قدرت پنهان، مطمئن باش حرفش عوض نمیشه عزیزم. انشاءالله که این چنین باشیم، در خدمت نور الهی باشیم. تو هم که اگه میخوای سرمایه گذاری کنی، عزیزی هستی که میگی خداوندا پروردگارم همش دارم از تو خواهش میکنم، میگم شمایی که میخوای سرمایه گذاری کنی، برو با پروردگار خودت خلوت کن، برو توی یه اتاق خلوت باشه با خدای خودت صحبت کن، بگو پروردگارم من وقتی به بلیارد ها برسم مثال برنامم چیه؟ میخوام به چند تا بچی سرطانی کمک کنم، میخوام به تولید کار کنم، برای خانواده ها برن کار کنن، میخوام چند تا دختری که جهیزیه نداره کمکش کنم، میخوام بچه هایی که تو پرورشگاه بزرگ شدن نازنینای من در کشور عزیزم ایران
18 سالشون شده از پرورشگاه دارن بیرونشون میکنن. میخوام اینا رو نذارن همینجوری تو در اجتماع بیان. آخه نازنینم شما در نظر بگیریم بچه‌ای که در پرورشگاه بزرگ شده 18 سالش الان بیا تو اجتماع، کسی رو نداره، میخواد چیکار کنه عزیزم؟ بس باید فردا نشینیم بگیم که بله در کشور عزیزمون ایران اینا آلوده شدن به مواد مخدر یا دخترها خدای نکرده چی شدن. نازنینم الان که هنوز اونجا هستن چقدر خوبه، سعی کنیم براشون یه سرپناه درست کنیم، سعی کنیم نازنینم اون پسرایی که اونجا هستن لااقل سعی کنیم اول ببینیم معرفی بشن بهمون، بعد براشون تولید کار کنیم. وقتی به گنجینه دسترسی پیدا میکنی سعی کنیم اون دخترو که 18 سالشه از پرورشگاه میاد بیرون، سعی کنیم براش یه سفت بلی سرش آماده کنیم که خدایی نکرده نره در اجتماع و هزار تا مشکلات براش پیش بیاد. انشاءالله که به اینا فکر کنیم. و اینطور عزیزا که عاشق نور الهی هستن و سرمایه گذاری میکنن، بله هستیم در خدمتشون، هستیم که به بلیارتا از نور الهی بهش دسترسی پیدا کنن، به این دلیل که عزیزی باشه که با ایمان باشه. بله اونا رو ما میگیم ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب جوابگوی تلفناشون هستیم، ولی کسانی مثل آقای صادق و آقای اینها رو نازنینای من، آقای کاظم مزن خان، آقای کاظم و کاظم ها رو نیستیم براش. امیدوارم که اینو اینجا خیلی روی راحت و بیرو در واسی نازنینم. برنامه علم و عبادت و قدرت پنهان گفتیم کسانی که قدرت پنهان رو دارن نگاه میکنن هممون یه فامیلی، بس مشکلات رو میایم با هم صحبت میکنیم. خطی بگیریم با شما عزیز باش. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. جانم صدای منو داری؟ جانم بفرمی. الو بفرمی. سلام عرض میکنم خدمت شما و هفت استاد عزیز. زنده بشه عزیزم، عباداتتون قبول باشه. بفرمین جانم. زنده بشه. قبول بشه. زنده بشه. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخوام به نام فرشید، نام مادر فاطمه. و از معجزه ها خانم شیرین و آقای رسول که به مدت 21 سال بچه‌دار نمی‌شدن، به لطف خدا و دعای هفت استاد عزیز شفا پیدا کردن و صاحب دوقلو شدن. زنده بشه عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برکت کشه. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت عزیزم. زنده بشی. اینا دیگه این دست پر برکتتون هم برام بلند کنه. چشم عزیزم. خدا نگهدارت. ممنون. خدا. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام. خسته نباشید. زنده بشی عزیزم. بفرمایید جانم. عبادتتون قبول. قبول حق باشه. مال هممون ان شاء الله. ممنون. جانم. از کشور عزیزم ایران زنگ زدم. کشور عزیزم ایران. بله. دعا می‌خواستم برای فهمیده. بله. پدر محمد رضا. از معجزه ها؟ از معجزه ها. آقای جواد مرادی جنون داشتن. بله. به دست خدا و دعای حق استاد عزیز شفا پیدا کردن. عبادت برای چی می‌خوای نازنینم؟ برکت خدای مهربان از برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. زنده باشین. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ. عزیزای من از کشمیر، نازنینای من، برادر عزیزی که زندگی میکنه و ایرانیه، در کشمیر زندگی میکنه، جزو کسانیه که برای برنامه علمی عبادی جزو خانواده قدرت پنهان شده و آینه به اسمش در اومده. شکر خدای مهربان، شکر پروردگارم. انشاءالله میدونیم که این برادر عزیز چقدر به اصطلاح انسانی هستن که تا به الانم خدمت کردن به نور الهی، خدا رو شکر. و میدونیم که آینه به اسمش در اومده. البته دارن به من میگن که 20 دقیقه است که این قرعه کشی انجام شده، و هنوز خودشون ممکنه خبر نداشته باشن. مبارکشون باشه و انشاءالله به هدفی که دارن آینه رو میرسونن، عبادتی که رو که میخوان، حالا یا گنجینه است یا سلامتی برای عزیزی. و میشناسیمشون، میدونیم که بسیار انسان افتاده و انسان با ایمانیه. انشاءالله که مبارکش باشه. خطی بگیریم با شما عزیز باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
سلام عثمان. سلام خانم عزیزم. سلام بر شما و درود به پایان خدمت هفت استاد گرامی نور الهی. لطف دارید عزیزم. کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. عبادت میخواستم برای لیلی. بله. مادر فرزانه. ام معجزه های عزیزم. قدرت پنهان. ترانه عزیزم که 18 سال بود ازدواج کرده بودن. بله. و در اثر جادویی که براشون شده بود بچه دار نمی‌شدن. بله. با تهیه آینه به قدرت الهی و نور الهی و عبادت های هفت استاد عزیزم موفق شدن و بچه دار شدن و بعد متوجه شدن با تهیه همون آینه. غیر از این که خوب شدن دختر خالشون به نام فریده متاسفانه براشون جادو کرده بود. بله. یه مورد دیگه. نه بس مونه خواهرم. بس ممنونم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ عشق و محبت عزیزم. خدای مهربان عشق و محبت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. ممنون قربون دستای پر محبت شما که همیشه تو عبادت ها توی نیایش ها میبینم برای قسمت اعظمش برای مخلوقات خداست. دعا میکنیم انشالله که همیشه تنتون سالم باشه. قربون تو برم. میبوسم اتون. خدا یارو نگهدارتون. عبادتتون هم قبول باشه. به خدای بزرگ زنده بشه عزیزم. خدا نگهدارتون. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلامی نجا. سلام خانمم. حال شما؟ عبادت ها قبول. خسته نباشید. زنده بشه عزیزم. ممنونم جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسم؟ بله. آرزو خانم که سرطان خون داشت از مادران از مازندران که شفا گرفت. بله. نام خودم خدیجه. نام مادر فاطمه. خانمم آرزو خانم سرطان خون داشت خوب شد. اینو میشه سرطان خون داشت از مازندران شفا گرفت. بله. خب اسم استاد لازم نیست به نظر خودت؟ مادرم فاطمه. خانمم منو گوشتی میکنی. اسم استاد اصلا لازم نیست قدردانی کن. خدا نگهدار عزیزم. خدا حافظ. خدا حافظ عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم. حال شما خوبین؟ بفرمایید. متشکرم. سلام به مینای عزیز و هفت استاد عزیزم. زنده باشین خانم. من کجا زنگ میزنی؟ از ایران عزیز زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله. بله. خانم صحبت کن. از عباد جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. نازنینای من لطف بفرمایید لوس صحبت نکنید روی خط. سلام خانمم. حال شما خوبین؟ بفرمایید جانم. تشکر میکنم. زنده باشی. کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم. به نام میلاد. بله. نام پدر اورشلیم. بله. هم معجزه ها. آقای جاناتان نابینا بودن. بله. خدا و عبادت هست استاد عزیز شفا یافتند و وکالت 83 نفر ایرانی را به عهده گرفتن. زنده بشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ تشکر میکنم. عبادت برای چی میخوای؟ عبادت برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. خدا یارو نگهدارت. زنده بشی عزیزم. تشکر میکنم. قربون شما. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من، برای ظهر عاشورا شما عزیزانی هستین که بله حاجتمندین و عزیزانی هستین که برای حرم آرزوها طبیعتاً آرزومند بودین و بله اسم نوشتین و 40 شم رو خواستین براتون روشن بشه. ظهر عاشورا نازنینای من شم خواستی برای تک تک شما عزیزا روشن میشه در به اصطلاح سینی های بسیار بزرگی نازنینای من. اسم شما عزیزا هم که برای حرم آرزوها اسم نوشتین اسمتون در حرم آرزوها هست نازنینای من اونجا هست کنار شم شمی که استثنا براتون روشن میشه ظهر عاشورا انشاءالله از پروردگار از خدای مهربان میخواییم که به آرزوهاتون برسیم و فراموش نکنید شمی که برای ظهر عاشورا برای شما عزیزا روشن میشه با اون 40 شمتون فرق میکنه نازنینای من. اون 40 شمو برای طبیعتا ما بهتون گفتیم که 40 دفعه عبادت برات میشه. این استثنا یه شمیه که براتون اضافه بر اون هست که روشن میشه.
انشاءالله که خدای مهربان پروردگارم به آرزواتون برسونه و بعد محرم سفر انشاءالله عروسیاتون منتظر باشی. خطی بگیریم با شما عزیز باشی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام خانمم، حال شما خوبی عزیزم؟ جان فقط عبادت قبول. زنده باشیم. مرسی جان نازنینم، مال شما هم همینطور. بفرمی. از کشور ایزم ایران تماس میگیرم. عبادت میخوام برای احمد، مادر فاطمه. ام معجزه ها چی میدونی عزیزم؟ از معجزه ها اکرم خانم و محمد آقا از مازندران که بچه دار نمیشتن که به لطف خدا مقابلت حق استاد گرامی سوال بچه شدن. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت کشوری. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. خدا یارو نگه داره عزیزم. قربان شما، زنده باشی. زنده باشی. خدا جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام و ادب خدمت شما. زنده باشی خانم. عبادتاتون قبول باشه. عزیز و بزرگ. زنده باشی عزیزم. کشور عزیزم ایران خدمتتون. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت می‌خواستم برای ریحانه، نام مادر محبوبه. اما معجزه ها بفرمایید. از معجزات قدرت پنهان آنگلای عزیز، دختر مکزیکی که پدرشون هم پزشک بودن که متاسفانه اعتیاد داشتن، که به لطف خدای عزیز بزرگ و دعای حق استاد عزیز بزرگم شفا پیدا کرده. مرسی عزیز. عبادت برای چی میخوای؟ آنجلا رو برامون الان گفتن خانمم، نه؟ بفرمی. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت گشایی میخوام. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. خدا یارو نگه داره. زنده باشی. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من دارن میگن که روز عاشورا، یعنی درست ساعت 12 ظهر به وقت عاشورا، نازنینای من، برای در مسجد متوجه شدیم که میگن که برای عزیزا 84 تا کفتر هست که این کفترها رو به اسمی هر کسی که بخواد براش پرواز میدن. پس شما عزیزایی اگه هستین که نازنینم آرزومندی هستی که بسیار دلت میخواد کفتر برات پرواز داده بشه ظهر عاشورا، میتونی با همون تماس بگیری بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح، بین 5 بعد از ظهر تا 8 شب. انشاءالله نازنینای من سعی میکنیم تمام اطلاعات مسجد رو سریع بهتون برسونیم که یه موقعی دیر نباشه. با اجازتون بریم یه چای بخوریم و برگردیم در خدمتتون باشیم عزیزای من.